اللهم صل على محمد و آل محمد و اسمع ندای دانادیتک و اسمع دعای دادعوتک و اقبل علی دانادیتک فقد حربت الیک و وقفت بین یدیک. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره و سببا للمزيد من فضله. والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله خداوند به آبروی امام حسین و خانوادهش این عزاداری این ایام را از همه ما و شما قبول بفرماید و اسم ما را جز به عزادارانش ثبت و ضبط بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. امشب رو یه مقداری درباره خود ابا عبدالله علیه السلام صحبت کنیم و بعضی نکات رو عرض کنیم. یکی از اوصاف امام حسین که در زیارت عاشورا هم آمده صفت کرامت، میگیم اکرمنی بک، خدا به واسطه شما به ما هم کرامت بده. اکرمک، خدا شما رو کانون کرامت قرار داده. در زیارت جامعه کبیره هم میگیم شما معدن کرامت هستید، اصل کرامت هستید. خود ابا عبدالله علیه السلام هم وقتی از او خواستن بیعت کنه در مدینه و بیعت رو نپذیرفت، تهدیدش کردن، فرمود ما رو تهدید نکنید، انا اهل بیت الکرامه و معدن رساله، ما خاندان کرامتیم، ما معدن رسالتیم. یک کمی من امشب این کلمه کریم و کرامت رو توضیح بدم محضر شما برادران و خواهران. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید کلمه کریم معادل فارسی نداره. یعنی اینطور نیست که یه واژه‌ای پیدا کنیم بگیم این واژه معنای کرمه. می‌فرماید کریم به کسی میگن که همش از او خیر منشعب میشه، همش از او نیکی میریزه، نیکی به دیگران میرسه، کانون خیره، به این میگن کریم. لذا به خدا هم میگیم خدای کریم، خدای اکرم، به پیغمبرم میگیم رسول کریم، به قرآنم میگیم کتاب مکرم، به فرشته ها میگیم فرشته های کرام. اصلا کلمه کرم و کریم و کرامت به این معناست، یعنی کسی که دائما از او خیر به دیگران میرسه، شر در او وجود نداره، ذاتش منشأ، در واقع وجود او منشأ رسیدگی و خیر و خیر رسانی است. کما اینکه خدا همینطوره دیگه، یا دائم الفضل علی البریه، فضل او به همه مردم میرسه. خب حالا اگر بخوایم نشانه های انسان های با کرامت رو برای شما بگیم، یه چند تاشو امشب تبرکن عرض میکنیم.
که تطبیقی هم بدیم بر زندگی امام حسین علیه السلام. یکی از ویژگی های انسان های کریم تو روایات داریم اینه: التبرع بالمعروف والاعطاء قبل السؤال. انسان های کریم قبل از این که ازشون بخوای به دیگران کمک میکنند و دائما به دیگران نیکی میرسانند. التبرع بالمعروف والاعطاء قبل السؤال. لذا شما نگاه کنید، یه وقتی کسی آمده بود در مسجد پیش خلیفه سوم، نشسته بود، یه گرفتاری مالی پیدا کرده بود، این آقا دیه‌ای به گردنش آمده بود، رفت پیش او گفت یه کمکی به من بکن. من یه کمک کمی بهش کرد، گفت این مشکل منو حل نمی‌کنه، من گرفتاریم زیاده. گفت ببین اون گوشه مسجد سه نفر نشستن، اینا خاندان کرامتن، برو پیش اینا. میگه آمدم دیدم وجود مقدس امام حسن مجتبی، ابا عبدالله و عبدالله جعفر. مشکلمو عرض کردم، امام حسن 500 درهم به من داد. آمدم خدمت ابی عبدالله، ایشون 490 درهم داد، احترام کرد برادر بزرگترشو، یه قدری کمتر داد. عبدالله جعفرم 480 درهم، یه چیز نزدیک 1500 درهم که ایشون به 1000 درهمش نیاز داد. میگه آمدم جلو در مسجد گفتم ببین. بعد او گفت اینها مادرشون معدن کرامت بوده. بله، اینا سه شب زهرای مرضیه نان به یتیم و مسکین و اسیر خودش به آب افطار کرد، شب عروسی لباس عروسی انفاق کرد، غذایی که برای خودش بوده گرسنه خوابیده به میهمان داده. اینا خاندان کرامتند. یه وقتی یه آقای آمد خدمت ابا عبدالله علیه السلام، بادیه نشین بود، اعرابی غیر از عربه، عرب یعنی کسی که زبانش عربی عجم، اما اعرابی یعنی بادیه نشین، بیابان نشین. آمد گفت آقا من یه بدهی بالایی پیدا کردم، میشه به من کمک کنید؟ حدود 1000 دینار. آقا فرمودن یا اخل عرب اسألو که عن ثلاث مسائل فإن عجبت عن واحده اعطیتو که ثلث المال. من سه تا سوال ازت میکنم، اگر جواب دادی سه تاشو جواب بدی کل پولو بهت میدم، یکیشو جواب بدی یک سومو، دو تاشو جواب بدی دو سومو. یه خود ترسید، اون چه آزمون سختی، امام حسین معلم باشه ما شاگرد چجور جواب بدیم؟ گفت آقا ام مثلو که یسألو ان مثلی، مثل شمایی از من میخواد سوال کنه، من چه جوابی دارم به شما بدم؟ آقا فهمدن بالاخره این شرط منه، قبول داری من از شما سوال کنم و بگم؟ زرنگی کرد، گفت انت من اهل العلم و شرف، شما اهل علم و شرفی، بپرسید، اما اگه بلد نبودم از خودتون میپرسم جواب میدم، بالاخره جواب میدم، من تو از شما میپرسم. ببینید حالا خود اینم یه موضوع تربیتی است، کمیته امداد بهزیستی، خیرینی که تو شهر کمک میکنن به دیگران، گاهی کمکهاشون رو مشروط کنن به کارهای فرهنگی. عیبی نداره شما میخوای یخچال به این دختر خانم بدی، بهش بگو سوره فجر رو حفظ کن، یخچال جهیزیت با من یه جوری هم میفرستم که کسی نفهمه، شما برو از مغازه بگیر، تحقیرم نشی. مثلا شما این کتاب شهید متحرر رو مطالعه کن، پنکه جهازتم با من، هیچ اشکال نداره. یا بعضی از خانواده ها هستن الان مستمندن، خب نمیتونن، دستشون نمیرسه، ولی توانمنده. آقا شما مثلا ازت میاد دو جز قرآن، نه انقدر صلوات، انقدر 1000 تا قل هو الله، 100 تا قل هو الله بخون، نثار روح مثلا علمای گذشته، اموات، منم به شما این کمک رو میکنم. یعنی هم او یک کاری انجام داده، هم تحقیر نشده، هم یک کار فرهنگی در کنار این کار مالی صورت گرفته. مخصوصا اینهایی که در واقع در جهیزیه و اینها کمک میکنن، چه اشکال داره گاهی شرط کنه انسان؟ آقا معدل
شما دختر خانم اگر انقدر شد فرض کنید چرف خیاطیت با من، خب این خوب درس بخونه. آقا پسر قول بده نمازاتو اول وقت مسجد باشی، دو چرخه پایان سالت با من، من برات میخرم. اینها کمک فرهنگی و مالی رو آمیخته میکنه. گفت آقا عیبی نداره، به این شرط قبوله. آقا فرمودن که اولین سوال من این است، ایل اعمال افضل، بالاترین عمل چیه؟ گفت الایمان بالله. ما دیگه چیزی از ایمان به خدا که بالاتر نداریم. ببین آقا نگفت برترین اعتقاد، برترین عمل، چون ما اعتقادمون ایمان عمله، ایمان فقط زبان نیست، زبان اسلامه. اگه کسی شهادت این گفت مسلمونه. اکثر مردم مکه مسلمان بودن، مؤمن نبودن. اکثر اینا که کنار پیغمبر بودن، خدا میفرماید قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا. اینا میگن ما ایمان آوردیم. بگو چه ایمانی آوردیم؟ بگید اسلمنا. اسلام زبان، شناسنامه ای آماری. الان در دنیا چند میلیون، چقدر بالا 1 میلیارد خورده مسلمان داریم، ولی مؤمن داریم؟ نه، مسلم زیاد داریم، مؤمن کم داریم. فرمود ایمان به خدا بالاترین ارزشه. آقا فرمودن که درست، درست، این 1/3 حالا گرفت. سوال دوم، من نجات من المهلکه. انسان توی گرفتاری ها چی عامل نجاتشه؟ تکیهگاه انسان چیه؟ گفت الثقة بالله. تکیهگاه انسان اینه که به خدا اعتماد کنه، توکلش به خدا باشه. این همونه که خدا به پیغمبر میفرماید ان تولوا فقل حسبی الله. اگر همه ی عالم به تو پشت کردن بگو خدا. گفت آقا درست. خیلی خوشحال شد، بالاخره نصف بیشتر راهو رفته بود دیگه، 2/3 این قرض رو دریافت کرده. آقا فهموندن سوال آخرم اینه، فما یزین الرجل، زیبایی یک مرد به چیه؟ انسان با چی زیبا میشه؟ نه قیافه و چهره، نه روح انسان، شخصیت انسان. گفت آقا علم معهو حلم، الحلم، انسان علم داشته باشه با حلم، ولی عالم عصبانی کم حوصله و این هم به درد نمیخوره، نمیتونه حرف مردم گوش بده، نمیتونه جواب مردم رو بده، نمیتونه به درد مردم برسه. علم معهو الحلم، حدیث هم داریم الحلم و زینت العلم، عالم باشه و حلیم، بردبار، حوصله داشته باشه، سواد هم داشته باشه. واقعا علم زیباست، علم خیلی زیباست. شما ببینید ارزش انسان ها به درکشونه، علمشونه. به همین جهت آمد خدمت پیغمبر گرامی اسلام، عرض کرد یا رسول الله رفتم مسجد، یه جایی دارن علم یاد میدن، یه جایی هم تشییع جنازه است، کدوماشو برم؟ اذا حضرت یه جایی هم یه آقای صحبت میکنه داره میآموزه چیزی، کدوماش؟ حضرت فرمود اگر کسی باشه که اون جنازه رو برداره، حضور در مجلس عالم بالاتر از 1000 تشییع جنازه است، افضل من 1000، بالاتر از 1000 عیادت مریضه، بالاتر از عرض میکنم که 1000 درهم صدقه است، 1000 حجه، 1000 عمره است، 1000 شب بیداریه. انقدر پیغمبر فرمود که این تعجب کرد. بله رسول خدا فرمود که البته شما هستید جزء این حدیث، فرمود سعی کنید یکی از این 4 باشید، کن عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن له ولا تکن الخامس. یا عالم باشید سواد، یا متعلم دانشجو، یا استاد یا دانشجو، یا محبن لهم، اقلا اینا رو دوست داشته باش، عالم دوست باش اقلا، یا مستمع شنونده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای مرعشی، در همین بالا سر درس خارج میگفتن بعضی این کاسبای اطراف حرم میدن میشسته، من بهشون گفتم خب شما که متوجه نمیشون، ما دوست داریم آقا که داره درس میده، نگاش میکنیم دوست داریم، خوشمون میاد. بله این نکته مهمی است، یا عالم باش، یا متعلم باش، یا مستمع باش، یا محب.
پرکاربردترین واژه تو قرآن واژه علمه. 779 بار تو قرآن کلمه علم آمد. آقا جان زینت یک انسان اینه که عالم باشه و حلمم داره. آقا فرمودن خب اگه کسی نداشت اینو، البته قاعدتا سطح ست سوال تموم شد، سوال سوم رو جواب داد، ولی آقا ادامه دادن سوال سوم رو، فرمودن اگر کسی نداشته باشه، فإن أخطأ ذلك فقال مال معه مروة، انسان ثروت داشته باشه بخیلم نباشه، جوون مرد باشه دست بده، اینم قشنگه، ثروتمند سخی، ثروتمند جوان مرد مثل سلیمان نه مثل قارون، اینم قشنگه. آقا فرمود که خب حالا یکی پیدا شد نه مال داشت نه علم، باید چه کار کنه؟ نداره دیگه، هیچ کدومو نداره. گفت آقا فقر معه صبر، فقر با صبر داشته باشه. فقر و صبر امور سلبیه، حالا مال باید بری دنبالش، علم باید بری دنبالش، فقر که دنبالش نمیخواد بری، فقر عدم ثروته. فرمود اگر مال علم نداره با حلم، مال نداره با جوانمردی، لااقل فقر رو با صبر، یعنی لااقل صبور باشه با فقرش بسازه. آقا فهمود که فإن أخطأ ذلك، حالا یکی پیدا شد اینم نداره. گفت آقا دیگه من چیزی بلد نیستم. فصائقتون تنزل من از سما تهرقو، این دیگه یه صائقه از آسمان بیاد بمیره، از بین بره، این دیگه که نه مال داره نه علم داره نه فقری که باست، یه صبر که دیگه پول نمیخواد که، صبر یه صفت به اصطلاح اکتسابی دست خودش. فزهک الحسین علیه السلام، آقا لبخندی زد و رما به سرتن علیه الف دینار، یه کیسه 1000 دیناری بهش داد و اعتاه خاتمه و فیه فسن قیمته 100 درهم، یه انگشتری هم بشتاد، فرمود نگینش 200 درهم میارزه. اینم سوالاتتون اضافه شد داخل کمی، این 1000 دیناری که بهت قول دادم اینم 200 دینار. خوشحال شد و نگاهی به دستهای ابا عبدالله علیه السلام کرد، این دست کرامت، این دست سخاوت. گفت آقا این دست دست کرامته، الله اعلم حیث یجعل رسالته. این روایت در منابع آمده، البته نبود ببینید چجور کردن با این دست کرامت، چجور این دست کرامت و این بدن کرامت و پایمال سم اسبان کردن. پس این یک نشانه انسانهای کریم. دومین نشانه انسان کریم تو روایت می‌فرماید از نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله، سأله رجل عن النبی احب ان اكون اکرم الناس، آقا من دوست دارم انسان با کرامتی باشم. فرمود لا تشکبن الله الى الخلق تكن اکرم الناس، شکوه نکن تو زندگی، گله نکن. شکایت دو جوره، ما اصلا یه مناجات داریم توی مفاتیح به نام مناجات شکایت کننده. امام سجاد اونجا از 5 چیز به خدا شکایت کرد، اللهم اشکو الیک نفسا سوء اماره، یکی از نفس شکایت کرد، یکی از شیطان شکایت کرد، یکی از هوا نفس شکایت کرد. نگاه کنید اونجا شکایت هایی که، اما گاهی شکایت از خداست، گله از خداست. وقتی ابا عبدالله اومد خداحافظی کنه با زن و بچهش، فرمود استعدوا للبلا، آماده باشید برای بلا، برای آزمایش. بعد اینو فرمود، فرمود لا تشکون، یا حالا یه وقت شکایت کنید، فینقص قدرکم، شأنتون بیاد پایین، مقامتون بیاد پایین. لذا شما اگر یه نگاهی به سیره اهل بیت، شما خطبه حضرت زینب عقیله بنی هاشم که دیگه سرپرستی خانواده های شهید،
جمع‌آوری بچه ها، رسیدگی به امام سجاد، جدا کردن این زن و بچه از کنار این جسدها و بدنها، حرکت دادنشون. ولی خطبه‌ای که عقیله اما این کتاب 280 هنوز غیبت کبرا آغاز نشده. ابن تیفور این کتابو نوشته. من یه وقتی از یکی از بزرگان شنیدم این چند جلد بوده، همش از بین رفته، ولی خب یه جلدش مونده. این یه جلد تو بازار هست، نمیدونم ترجمه هم شده یا نه، به نام بلاغات و نسا اسمش اینه. خطبه های زنها رو جمع آوری کرده، اصلا از مردای چی نداره، فقط خطبه هایی که زنها خوندن جمع کرده. اولین خطبهش خطبه فدک حضرت زهرا سلام الله علیها است که این کهن‌ترین سند راجع به خطبه فدک. و خطبه فدک سند اعتبار برای شیعه، ایشون آورده تو این کتاب قدیمی. نویسنده معلوم نیست شیعه هم باشه، اهل سنت. دومین خطبه، خطبه زینب کبرا سلام الله علیها است که کل خطبه رو اونجا در دروازه کوفه نقل کرده. شما ببینید به چندین آیه قرآن، اصلا مثل این که این زن اتفاقی براش نیفتاده، اونقدر زیبا شروع کرد. شکوه گله نه، تو مجلس ابن زیاد هم همینطور، تو مجلس یزید ملعون هم همینطور. اصلا به خودش زینب سلام الله علیها تردیدی استرابی راه نداد. این انسانو میگن کریم. کریم کسی است که راوی میگه من رفتم گودی قتلگاه ببینم ابا عبدالله چی میگه. هلال ابن نافع، نافع ابن هلال جزو شهدای کربلا است. هلال ابن دیدم داره دعا میخونه، دیدم داره رزن به رضایک میگه، گفتم شاید داره یه گله‌ای میکنه. ابدا. این ویژگی دوم انسانهای کریم. ویژگی سوم فرمود الکریم یتقافل و ینخدع. انسان‌های کریم اهل گذشتند، تقافل میکنن، خطای دیگران رو نادیده میگیرن. خب ابا عبدالله اگر میخواست گذشته هر رو به رخ او بکشه چه اتفاقی میفته؟ گذشته زهیر رو به رخ او بکشه چه اتفاقی میفته؟ سعد و حطوف اینا جزو خوارج بودن، عصر عاشورا اومدن به امام حسین پیوستن. خود وهب اصلا مسیحیه، مسلمان شد اومد به کربلا پیوست. این نشانه انسانهای کریم است که انسانهای کریم در زندگیشون خدای تبارک و تعالی این حالت رو قرار داده. اهل گذشتن، اهل عفن، تقافلن. روایت دیگر که باز از امام صادق، صادق آل محمد صلی الله علیه و آله، به عنوان آخرین روایت بخوانم و دیگه امشب خسته نکنم یه قدری هم روزه بخوانیم، فرمود ثلاثتون تدل علی کرم المرء. سه چیز نشانه کرامت انسان هاست. یکی حسن الخلق، انسان‌های کریم خوش خلقن، خوش برخوردن. رسول خدا فرمودن نزدیکترین شما به من روز قیامت، دیشب روایت شو خوندم، احسنکم خلقن، چندین حدیث داره، اقربکم الی یوم القیامه احسنکم خلقن. حسن الخلق سانه انسان‌های. چقدر روایات داریم سنگین ترین چیز تو پرونده انسان روز قیامت دو چیزه، یکی صلوات بر محمد و آل محمد، یکی خوش اخلاقی. روزی زیاد میشه، عمر طولانی میشه. فرمود القول الحسن، اینایی که زبونشون خوشه، نیکه. بعضی مردها متاسفانه بددهانن، خانوماشون میان پیش ما گله میکنن. بعضی زنها بددهانن، تندن، مخصوصا نسبت به بستگان مرد.
اینا باید دقت کرد، توجه بشه. خدا رحمت کنه علامه محمد تقی جعفری. ببینید آقایون، اینا یه نکات دقیقی است تو سیره علمایشون. فرمودن من یه وقتی تو خانه عصبانی شدم، دعوامون شد، بالاخره زن و مردن بخوان، یه مرتبه خشناک شدم، عصبانی شدم. فرمودن یه لحظه رفتم تو خودم، گفتم ببینم میخوام امتحان کنم خودم و خشمم رو کنترل کنم. خم شدم، دست خانومم رو بوسیدم، تمام شد. نه تنها تمام شد، اصلا شرمنده شد. کم پیدا میشه این، خیلی خیلی. حالا آقایون جرأت کردن فحش ندن اتاق برن بیرون، خم شدن و دست بوسیدن. چون فرمود بعد از اون یه نورانیتی تو زندگی من، بله، من کزم غیظه و هو قادر علی انفاذه، کسی خشمشو کنترل کنه در حالی که توان داره، میتونه کاسه بشکنه، کوزه بشکنه، فریاد بزنه. فرمود ثواب شهید داره، در روایت دارد با شهدا. ببینید شما وقتی میخواد خدا عوامل زود به بهش رسیدن و بشمره، یکیش کنترل خشم دیگه. سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات و الارض اعدت للمتقین. بعد میفرماید الذین ينفقون فی السراء و الضراء و الکاظمین الغیظ. کنترل خشم نشانه انسانهای با کرامت. آمدن در خانه حضرت هود، رفته بود بیابان، در زدن، یه خانم بد اخلاقی داشت، در رو باز کرد، عرض میکنم که گفت چه کار دارید؟ گفتن بنتقمون باران کمه، اومدیم ایشون نماز باران بخون. گفت این اگه بلد بود برای خودمون دعا میکرد یه چیزی داشته باشیم، برید خدا. شروع کرد بد و بیرا گفتن به هود پیغمبر. عجب کجا اومدیم؟ زنش قبولش نداره این حرفا رو میزنه. آمدن برگردن هود رو دیدن تو بیابان. جناب هود، بله، مشکلتون چیه؟ گفتن این. گفت صبر کنید، دعا میکنم برید باران میاد. همینطور هم شد. گفتن پس این خانومت چی میگه؟ گفت این منو قبول نداره، این با من دعوا میکنه. گفتن خب چرا برخور؟ گفت ببینید هر کس تو زندگیش یه مشکلیه، اینم مشکل زندگی منه، بازم الحمدلله این مشکل تو خونمه، میتونم کنترلش کنم، حرف ما میتونم یه جوری بهش حالی کنم. شما ببینید بعضی بزرگان ما، بعضی بزرگان ما، حالا من اسم میخوام رو منبر ببرم شاید صلاح نباشه، گرفتار این مسئله بودن. البته او عقابشو میبره به امام، به پیغمبر خدا. خدا گفتن ان فلانه تسلی یومن و تسلی لیدن و تصوم و نهارا. یه خانم تو همسایگی ماز خیلی روزه میگیره، خیلی نماز میخونه، ولی با زبانش همسایه‌ها رو آزار میده. فرمود لا خیر فیها، به درد نمیخوره. بله اثر رو با، ولی من میخوام شما رو عرض کنم، کظم غیظ مخصوصا مرد نسبت به اولاد، همکار، کنترل خشم. فرمود سه چیز نشانه کرامت: حسن خلق، کظم غیظ و غض الطرف. چشم پوشی، چشم پوشی، کینه به دل نگرفتن. ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنو. خوش دل بودن، خوش برخورد بودن. همین کاروان اسرا رو نعمان ابن بشیر از طرف یزید مأمور شد بیاره مدینه. ایشون خب یه مدتی فرماندار کوفه بوده قبل از ابن زیاد. بعد که ابن زیاد آمد، این همونه که یه دخترش رو مختار داره، دامادش مختاره، حالا محافظه کاری بود، ولی در این حال تو لیست یزید و بنی امیه بود، کارگزار اینا بود، استاندار کوفه بود. منتهی چون یه مقداری اهل تسامح بود، برش داشتن ابن زیاد رو گذاشتن. این دیگه اومد شام، یه کار دیگه بهش واگذار کردن. تا روزی که اهل بیت آوردن به شام، وجود مقدس امام سجاد، زینب کبرا و خاندانشون، قرار شد حرکت کنن به سمت مدینه. یزید رئیس کاروان رو ایشون گذاشت، گفت تو اینا رو سرپرست. اینم خیلی با اینا خوب تا کرد، هر کجا میخواستن استراحت کنن. لذا اینی هم که گفتن اربعین اینا برگشتن کربلا، بنابر تحقیقی که بعضی بزرگان کردن، مثل مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی امام جمعه تبریز، ایشون کتابی نوشته اثبات این که اربعین اول اهل بیت برگشتن و اینکه میشود،
این کار اتفاق بیفته. مرحوم سید محسن امین از شام یه شطوری کرایه کرد، 9 روز تا از شام رفت به کربلا برای اینکه ثابت کنه راه 8-9 روز بیشتر نیست، میشه 40 اول برگشت. البته بعضی هم مثل شیخ عباس قمی و مثل حاجی نوری و مثل آقای مطهری اینا اشکال گرفتن که فکر میکنم هم مرحوم آقای مطهری هم مرحوم شیخ عباس قمی اینا هر دوشون طبعاً لحاظی نوری این اشکال رو گرفتن که 40 اینها برنگشتن، ولی خیلی بزرگان نقل کردن. بحثای تاریخی اشکالی هم نداره، به هر حال نظر همه بزرگان قابل تقدیره. حالا منظورم اینجاست، ایشون حتی گذاشت بیان کربلا تا مدینه توقف کنن، خیلی توجه کرد. وقتی رسیدن دروازه مدینه، زینب کبری به خانم گفت هرچی از تلاجات براتون باقی مونده، انگشتری، خلخالی، چیزی، پولی پیشتو بدید. همه رو گرفت داخل یک پارچه‌ای دادن به امام سجاد، فهمدن بده به این نعمان ابن بشیر به عنوان تشکر و تقدیر از این که دیگه از شام تا مدینه ما اذیت نشدیم، دیگه تازیانه نخوردیم، دیگه این بچه‌ها سختی نکشیدن، دیگه سرها بالای نیزه نبود، چون دیگه از شام به مدینه اینا رو با یک وضعیت مناسبی آوردن. البته اونم قبول نکرد، چون پیغمبرم دیده، صحابیه، گفت نه من به خاطر علاقه‌ای که به رسول خدا و شما خاندان دارم. حضرت زینب براش دعا کرده، ببین یه خورده کسی برای این خانواده قدم برداره اینه، ولو از سپاه دشمن بوده یه کمی کسی قدم. ببینید بعضی ها نتونستن کربلا بیان، مثل یزید ابن مسعود نهشلی، نامه نوشت آقا میام، آخرم نتونست بیاد، ولی آقا در جوابش نوشت ارواک الله یوم العطش الاکبر، انشاءالله خدا روز قیامت سیرابت کنه، سایه رحمت رو سر. همینقدر که از ما حمایت کردیم. خیلی این خاندان بزرگن، خیلی بزرگ. عادتکم الاحسان سجیتکم الکرم، سجیتکم الکرم. وقت این یزیدی ها، این نانجیب ها، اینا که خیلی ها نانجیب هن. شما میدونید این 30,000 تا آدم از شام نیامدن، اینا از کوفه اومدن، اینا پا درس باباش علی نشستن، اینا شب در خونه بچه هاشون علی نان برده، اینها زناشون با درس زینب کبری بودن. مردم کوفه 30,000 آدم که از شام نمیتونست بیاد، تمام اینا مال کوفه و بصره، مال عراق هن. اینا بعضیشون تو لشکر علی بودن. چطور اینطور در مقابل پسر پیامبر سفارایی کردن؟ نه سفارایی، چه جنایاتی کرده. خب امام حسین شهید شد، برگردید دیگه این کارا چی بوده؟ خیمه آتش زدن، اسب بدن دوانیدن، بچه ها رو تو بیابان آواره کردن، آتش به آشیانه مرغی نمیزنن، گیرم که خیمه خیمه آل عبا نبود. صلی الله علیک یا مظلوم، سعد الله قلبک یا محبوب، هر کجا نشستید سه مرتبه یا حسین.